که ملت ایران ببخشید. اونا هم نمیدونستن که چیکار دارن. این شخصی که دیدید جناب دکتر امیر اصلان افشار از وفادارترین افراد نزدیک به محمد رضا شاه بودند که روایتی از لحظات قبل از مرگ محمد رضا شاه پهلوی را نقل کردند. شنیدن آخرین حرف‌های محمد رضا شاه تو بستر مرگ از زبان دکتر افشار دل هر شنونده‌ای رو به درد میاره. سلام، من مونا هستم و اینجا کانال تاریخ مشاهیر ایرانه. لطفاً تا آخر ویدیو همراه ما باشید و با عضویت و لایکتون از فعالیت کانال حمایت کنید. امیر اصلان افشار حقوقدان و دیپلمات پرپیشینه پیشین ایران، سفیر ایران در آمریکا و آلمان بودند. ایشون آخرین رئیس کل تشریفات دربار شاهنشاهی ایران بودند. متولد 3 آبان 1298 در تهران. بعد از گرفتن مدرک ششم ابتدایی از مدرسه زرتشتیان راهی بلژیک میشن و دوره متوسطه خودشونو در برلین به پایان میبرن و بعد از اون راهی دانشگاه میشن. با شروع جنگ جهانی دوم به وین میرن و دکترای خودشونو در رشته علوم سیاسی میگیرن و بعد از اون در تاریخ 18 مهر سال 1326 به ایران برمیگردن و به استخدام وزارت امور خارجه ایران در میان و در ادارات مختلف اون وزارتخونه خدمت میکنن. دکتر افشار از سال 1967 تا سال 1969 رئیس شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بود. افشار از مرداد سال 46 تا مهر ماه سال 48 سفیر ایران در اتریش، از مهر 48 تا اسفند 51 سفیر ایران در آمریکا و از مرداد سال 52 تا تیر ماه سال 56 سفیر ایران در آلمان غربی بود. دکتر افشار در سال 56 به ایران برگشت و به ریاست اداره کل تشریفات دربار تعیین شد و تا پایان حکومت پهلوی در این سمت باقی موند. ایشون در سوم اسفند سال 56 به سمت آجودان کشوری شاه منصوب شد و یکی از وفادارترین افراد نزدیک به محمد رضا شاه پهلوی بود که با خروج شاه از کشور به همراه ایشون از ایران خارج شد و تا آخرین لحظات زندگی شاه همدم و همراه و همراز ایشون بود و در نهایت در سن 101 سالگی در 30 بهمن ماه سال 1399 در فرانسه درگذشت. فرازا گفت من برای چی به ایران برگردم؟ شما بگید که اگه من اشتباه کردم، خیلی خب ممکن اشتباهات هم کردم، خیلی اشتباه میکنم. ایشون کتاب خاطراتی دارن که به عنوان بخشی از اسناد تاریخی ایران محسوب میشه و امروزه به عنوان منبع مهمی در مطالعات تاریخی ایران به شمار میره. تو این کتاب خاطرات افراد سیاسی هر دوره به رشته تحریر درآورده شده. انتشار این کتاب در غنای حافظه تاریخی جامعه و شناخت علل انقلاب اسلامی ایران نقش بسزایی داشته. اما تو مصاحبه‌ای که ایشون با بابک کلهر داشتن درباره آخرین ساعات زندگی محمد رضا شاه صحبت کردند. به همین جهت سخنان ایشون از اسناد دست اول روزهای پایانی نظام پادشاهی توی ایران تلقی میشه. ایشون تو خاطراتشون از شاه اینطور میگن: به اعلی حضرت گفتم الحمدلله حالتان بهتر است و به زودی به ایران بر میگردیم. اعلی حضرت گفتن من دیگر دلم نمیخواهد هیچ وقت به ایران بازگردم. برای این ملت بروم؟ به من بگویند برای این ملت من چه نکردم؟ آنچه برای زنان و کارگران و مردمم کردم ولی آنها به من پشت کردن. این ملت مگر همان نیست که نمیشود رویش حساب کرد؟ مگر این همون ملتی نیست که فریاد میزد شاه باید برود، به درک واصل شود؟ برای این ملت من هرگز نمیخواهم به ایران برگردم. همینه، این خودکشی ملت ایران بودش. بعد گفتش که خب به هر حال ببینم که بعدن با این کاری که کردم به کجا میرسیم. این بود تقاص ملتی قد نشناس و جاهل. مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید و اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما فعالیت کانال حمایت کنید. تا ویدیو آینده خدا نگهدار.